آمد آمد عید و حضور زیادی از مردم رنگ دیگری به شهرهای کشور داده است. کابل در این میان بیشتر شاهد حضور باشندگان حتی از دیگر ولایت هاست. باشندگانی که آمدند تا برای عید خریداری کنند. میوه خشک، کلچه و کیک، شیرنی های رنگ و رنگ و میوه های تازه از عنعنات افغان هاست که سفره را با آن رنگین ساخته و از مهمانانشان پذیرایی می کنند. کسانی که حتی اقتصاد خوب ندارند خودشان را مکلف می دانند برای استقبال از عید برابر توانایی مالی خود خریداری کنند. برای این که بدانیم چقدر امسال بازار خریداری عید در کابل گرم است، به مندوی سر زدیم. بازار کهنه کابل که این روزها شاهد رفت و آمد ده ها تن از باشندگان برای خریداری است. احسان الله یکی از باشندگان شهر کابل است. او از بلند بودن بهای میوه خشک و لباس در بازار میگوید. والا د سکه مو توم نیولې بس کالیم کې پورا کړې چپړه کو ته نه رسیدلې کې چپړه کې پورا کړې بس سر پرانی ته نه رسیدلې بس دا سکه مو توم امه دګیم نیولې بس نیمه کیلو بادام او نیمه کیلو پسته مې غسخلا. شب و روز عید فرصتی برای شادمان زیستن افغان هاست. اما شماری از خانواده ها به علت پرهزینه بودن مواد خوراکی و میوه عیدی نمی توانند خریداری کنند. مانند این باشنده کابل که می گوید کودکانش چشم براه نشستند تا در روزهای عید مانند دیگران خانه ایشان رنگ و رونق بگیرد. پالا گرفتیم دیگه، لباس گرفتیم. آمادگی خود زیاد داریم، میوه دام میگیریم، دگام میگیریم. عید خوشی تیر میکنیم، عید دهم تیر نمیکنیم. هم چیز باید داشته باشیم. عید در میان افغانها رسم و عنعنات دیگر هم دارد. مثلا رفتن یکی به خانه دیگر برای عید مبارکی و این روز بهانه می شود برای جویا شدن احوال دوستان. حسیب الله یکی از باشندگان کابل است. می گوید افغانها در کنار دیگر رسم و رواجها برتن کردن لباس نو در روزهای عید را بخش از عنعناتشان می دانند. حسیب روزهای عید را مملو از شادمانی و صلح و امنیت برای دیگر افغانها آرزو می کند. او یکی از صدها جوان است که از طرفهای درگیر می خواهد تا به حرمت روزهای عید که از مقدسات اسلام است جنگ را کنار بگذارند. یک اندازه مواد خوراکه به خانه گرفتیم و تصمیم دارم چیزهای بیشتر خریداری کنم. لباس هایم نزد خیاط است. از دیگر هموطنانم هم می خواهم تا عید را به خوشحالی بگذرانند. عید برای افغانها که سالها از جنگ نفسگیر شدند یک نوید است. نوید برای برپایی شادمانی و صفایی قلبها. سروز گریز از رنج و اندو. به آرزوی روزهایی که آرامش در کشور جایگزین جنگ شود و هر روز افغانها عید باشد.